واقعیتشونه که با تو جمهوری اسلامی مسئله آزادی بیان داریم ما، ولی به شکل دیگرش. ولی همین بهترین مثالش همین برنامه سینمایی نفته، هفت، مشهور به هفت، یه برنامه نفتی خب 100% دولتی در خدمت جاده انقلاب، برنامه سیاسی نفت، برنامه سینمایی نفت با پول نفت این ملت با بودجه بیت المال در خدمت از منظور شما که همون چیزی که بی او ای تعیین میکنه، بی او ای تعیین کرده بعد مثلا این فیلم بخوره. توی همین برنامه هفت اومدن با آدم ها مصاحبه کردن، میگن که ببخشید آقا فیلم اخراج شما فروشتون چجوری؟ اون طرف که بله فیلم لیلی و چیچیه جدایی نادر از سیمین خیلی میپوشید، اول دوم اخراجی هست. خب آقا سوال دومی که بعد بکنن نمیکنن، میگن ببخشید سالان لیلی چند تا میگیشن؟ سالانی که به مثلا اون فیلم اختصاص داده شده 1000 نفر است، سالانی که به اخراج تو سینما 100 نفر است. بله خب معلومه بیشتر بود. یا با 4 تا سینمایی که سالن اصلیشون اون فیلم رو باید نشون بدن به لحاظ شورای صنفی مصاحبه می‌کنن، بعدش تعطیل دیگه نمیگن. بعد میگن ها بعد خوراک برای ماهواره‌ها بودن تلویزیون‌های خارجی. آقای زرقامی پول میده، نیرو جمع می‌کنه، برنامه‌ریزی می‌کنه، آنتن در اختیار قرار میده که اتفاق بیفته. به کسانی که پای نظام ایستادن و از نظام دفاع میکنن فوش میدید، به کسانی که به نظام فوش میدن احسن میدید. بعد برای اینکه مثلا شما همین وسط مقابل... اشتباه بود به نظر من، بیانیه شما همین وسط اشتباه بود به نظر من، یک اتفاق خیلی چیز بود باید از کنارش میگذشتیم، ابعاد سیاسی هم نکنیم، اون چیزی هم که بوده به نظر من از کنارش بود. این مسئله تحمل مداراست، هم شما با تحمل کنید، هم اونا شما رو تحمل کنن، همه با هم دیگه تحمل کنن دیگه. سینما یک سری شما اینه سری آدمای دیگه دیگه. الان یک فیلمی روی پرده است، جدای نادر از سیمین، فیلم حکومت ایرانه، حکومت جمهوری اسلامی ایرانه، 14 تا کاندیدا شده، 6-7 تا سیمرغ گرفته. یعنی فیلم حکومته، اصلا فیلم مخالفین حکومت نیست، اصلا فیلم خود حکومته. یعنی خود نظام، خود حکومت میاد به اینا میگه بیاید این فیلم ها رو بسازید در خود مسئله مسائل ملتهب. و جالب اینه اینا وقت میان خود اپوزیسیون هم میگیرن. خب این نمیشه که شما بگید آقا فلانی مثلا امکانات ویژه داره. رانت های دولتی که در اختیار اینها هست فقط لیست کنید دیگه شاید برنامه هفت از اول داخلش باش به دخالت دولت در سینماست. بابا این برنامه دولتی هست یا نیست؟ مثلا تو یکی از مثلا نهادهای به قول خودتون نمیدونم از اسمی نهادهای انتصابی نظام هم هستی، مثلا یه سری نهادهای انتخاب تو از برنامه هفت ماره مثلا وزارت ارشاد هم نیست، مال صدا و سیماست که وابسته به اون مثلا دیکتاتوری جمهوری اسلامی دیگه که شما هر میدین. بعدم باز داد میزنید که آه آزادی نیست، آه خفقان ما. خدا رو شکر که آقای مثلا دنمکی که رفت اون آوردگاه خوب دفاع کرد، در مقابل تهاجم فرهنگی خوب دفاع کرد. کی تهاجم فرهنگی میکنه؟ کسی که طبق تعریفش بعد این طرف ایستاده بود، نه اینکه گردنه درست میکنن، رصدگاه درست میکنن، سیبلوفجی های دشمن میکنن اونجا میگن بزن بچه های از بگاهی. آقای زرمانی باید این جواب بده.